الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم من النقان عزيز السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته تمنا دارم سیحتمند و سریحال باشید شما را باز هم خوش آمدید عرض می دارم به برنامه امروزی نقش الگو در زندگی انسان الگو در زندگی انسان چی نقش را دارد؟ آیا الگو می تواند انسان را تغییر دهد؟ به همین خاطر یکی از فلسفه های فرستادن انبیاء علیه السلام در زندگی به خاطر هدایت انسان ها همانا تغییر دادن نقش انسانی از تصور بهمیت به تصور انسانیت هست زیرا انسان وقتی که الگو نداشته باشد و نمونه زندگی نداشته باشد به هدف نمی رسد انسان گاهی منقرض می شود از دو بود یک از بود معنوی دو از بود مادی بود مادی انسان برمیگردد گردد به این که انسان در بود کوتاهی که وقتی تغییر می کند و مادیت از دست می رود این انسان رشد خود را از دست می دهد ولی دوباره می تواند در مدت کوتاهی به دست بیارد آن رشد مادیت را که انقراض شده است نکته ثانی یک انقراض معنوی هست این انقراض معنوی انسان را گاهی به کلی از بین می برد و همین خاطر انسان هم در هر دو باد هم بعد مادی و هم بعد معنوی نیاز به الگو دارد الگو برای انسان حیات مجدد می دهد حیات مجددی که گویا انسان از نو دوباره تولد شده باشد بین به با یک نظری کوتاهی به سرزمین عرب داشته باشیم پیش از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک انسان کامل در جامعه عرب به عنوان پیغمبر برانگیخته شود آنها دخترانشان را زنده به گور می‌کردند فرزندانشان را احترام کامل نداشتند بلکه برای انسانیت در عموم هیچ احترامی نبود همین جاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقت به عنوان پیامبر برانگیخته می شود و مسئولیت دعوت را به دوش می گیرد و این انسان به عنوان انسان کامل دیگران را می خواهد که از مسیر زلالت به سوی هدایت بیاد کسانی که این پیامبر را می پذیرند به عنوان نمونه ها خودشان هم تبدیل می شود اینجا علت اصلی که تغییر کردن نمونه بود این را تغییر داد یک الگوی منظمی که جامعه انسانی با آن نیاز داشت الله جل جلاله بعد از یک دوره انقراض فرستاد به همین خاطر الگو در زندگی انسان برای انسان یک حیات مجدد میبخشد بنابراین ما وقتی بخواهیم حیات دوباره به دست بیاوریم حیاتی داشته باشیم هم در بود مادی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در همه ابعاد زندگی ما نیاز به الگوی خوبی داریم که تا دوباره در زندگیمان تجدید شود بنا این الگو زندگی انسان ها را تجدید میکند نکته دومی که الگو در زندگی انسان نقش خوبی دارد پر کردن مکان خالی هست گاهی می شود انسان به عنوان الگو هست ولی یک مرحله از زندگیش به انتها می رسد. انسان قبض روح می شود یا حذف فیزیکی به همین خاطر الگو وقتی که ما از کسی الگو برداری میکنیم جایگزینی از او میشود مکان خالی از آن پر کرده میشود دعایی و دعوتگری از بین میرود مجاهدی از بین میرود مردی متفکر و مردی که به خاطری مدیریت انسان در جامعه انسانی کار می کند وقتی از بین می نمونه دیگری میان را جایش را می گیرد. ما میتوانیم بگیم که وقتی یک کادر علمی در عرصه الگوی ما از بین می باید کادر و جایگزینی داشته باشیم تا آن خالگاهی را پر کند به همین خاطر الگو در زندگی انسان نقشی بسیار وافری دارد نکته سوم الگو ک هست گاهی انسان با تقلیدی از الگو میتواند به تذکیه برسد یکی از وظیفه رسولالله ص الله علهوسلم را قرآن کریم میفرماید ک ویزکیهم یعنی تذکیه رسیدنی به خدا تذکیه یعنی انسان خودرا تمام غرائضی کی در وجود انسان انسان را نمیگذارد به خدا برسد این مربی و الگو هست که انسانرا با مسیر درست و با داشته درست و با اندوخته های کامل از مسیر انحراف به مسیر هدایت دعوت میکنند به همین خاطر ما هر آدگاهی در نمازمان میخوانیم که اهدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم. این دعای است که ما همه روز دعا میکنیم بعد این الذین انعمت علیهیم جاه دیگری تفسیر از قرآن میاد میگوید من النبیین و صدیقین و خب اینا الگوی زندگی انسان ها هستند یعنی کی ها هستند اولین الگوی زندگی انسان ها من نبیین پیامبران پیامبران نمونه انسانی کامل در, ز... در بشریت هست بعد از انبیاء علیه السلام من نبیین صدیقین راستگویان زیرا صداقت سبب تحکم و سبب قدرت بخشیدن سبب رشد جامعی انسانی می شود هر گاهی که جای صداقت را دروغ گفتن گرفت و هر گاهی مردانی صادق از جامعه حذف شدند و مردانی خائن جای از آنها را گرفت اون جامعه از داشته های تمدنی عقب گرد داشته و به جامعه قهقرایی تبدیل می شود به همین خاطر نیازی جامعه انسانی به الگوهایی هست که اینا تزکیه شوند اینها خود را پالایش کنند تا بتوانند به هدف اصلی برسند بنا در جامعه انسانی قسمی که تخصص یک اصل است ما نیاز به مردانی متخصص و متعهد داریم ما هم نیاز به مردانی داریم که از بود اخلاقی آنها مردانی کامل باشند به با همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و میفرماید می فرماید که بعثت مکارم الاخلاق من فرستاده شدم تا پایه های اخلاق را تکمیل کنم پایه های اخلاق در جامعه انسانی وقتی که از بین برود و بشکست مواجه شود او جامعه نمیتواند یک جامعه نموره باشد وقتی ما به جامعه مدینه میبینیم رسول الله صلی الله علیه وسلم اون جامعه یا دولت مدینه را تأسیس میکند یک دولت نمونه تقدیم میکند و بعد دیگران میان از این دولت مدینه نمونه گیری میکنند بناء ما در میدان تزکیه نیاز داریم به این که الگوی موفق داشته باشیم نکته بعدی ما وقتی که به فردی فردی مواجه میشیم ما یک تسکیه اجتماعی داریم یک تسکیه فردی وقتی یک انسان به تزکی فردی مشکلی تزکی فردی دارد این هم نیاز به الگو دارد یا در بود اجتماعی مشکل دارد ما نیاز به یک مصلح اجتماعی داریم که از آن الگوگیری کنیم رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین الگو در میدان اجتماع هست یا در میدان اصلاح و یک مصلح یک دعوتگر یک مفکر یک شخصیتی جامعه را نجات داده باشد بعد ما از, از آن آن الگوگیری کنیم به همین خاطر وقتی ما به عنوان انسان کامل می در جامعه انسانی رشد کنیم و می یک انسان موفق در تمامی از بخشهای های زندگی من باشیم نیاز به با الگوی خوبی داریم و نکته اخیر در این بخش الگو برای انسان تحرک ایجاد میکند گاهی ما میبینیم الگوی ما در میدان مبارزه و دعوت در میدان جهاد و مدیریت در میدان برنامریزی یک انسان موفق است و انسان از این الگو الهام میگیرد و یک انسانی متحرک میشود زیرا ما در جامعه انسانی به زندگانی متحرک ضرورت داریم نه بر مردگان متحرک زندگانی متحرک جامعه انسانی را مدیریت میکنند و انسانیت را از قهقرا به سوی هدایت سوق می دهند. با تاسف بشر معاصر یکی از بمبست هایی که دارد یکی از اشتباهاتی که بشری معاصر دارد اون است که خود را از تحرک باز داشته تمدن انسانی و تمد در با با داشته انسانی در تحرک است هر گاهی که انسان از تمدن انسانی حرکتش عقبگرد داشت این تمدن به کسی دیگری داده می شود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم ما تغییر وقتی ایجاد می شود در جامعه انسانی ما می تغییر ایجاد کنیم که تحرک داشته باشیم حرکت کنیم ما خود را در حرکت در بیاوریم به همین خاطر اینجا الگو بر انسان ایجا این تصور را ایجاد میکند که انسان باید تحرک داشته باشد خب چند تا نمونه ها دین یک چند تا نمونه های تربیتی در الگو داشته باشیم اول یوسف علیه السلام قهرمان مقاومت در مقابل شهوت بهترین الگو در میدانی تربیت و تسکیه انسانی که به عنوان الگو برای ما باشد یوسف علیه السلام و سلام هست اون یک جوان با هنداشتهای جوانی با همه ظرفیت ولی وقتی میبینیم یک زنی که خود را آرایش میکند تمام قدرت در اختیارش هست به عنوان یک زن صلاحیت هم دارد ولی وقتی خود را به یوسف پیش میکند یوسف جمله طلایی میگد علیه السلام و سلام معاذ الله این یک تصور هست که وقتی یک جوان به پختگی فکری برسد از دیدگاه فکری قدرت عالی داشته باشد با هیچ تصور باطل نمیتواند معامله کند هیچ تصور باطل اندیشه او را تغییر داده نمیتواند به همین خاطر ما نیاز بر الگوهای موفق در زندگی من داریم در میدان میبینیم که یوسف علیه السلام موفق میشود و امروز نام یوسف علیه السلام به عنوان الگوی قهرمان مقاومت در مقابل شهوت در کتابی ارزشمندی به نام قرآن کریم ثبت و به یادگار گذاشته شده است دومین الگویی که ما در عرصه مبارزه آزاد داریم جوانان کف اینها اسوه ها و الگوهای مهاجرت در راه خدا برای رشد و هدایت ببینین اصحاب کف رضی الله تعالی عنهم اجمعین اینا طیفی هستند که بخاطری که بتوانند یک تاریخ استبداد تاریخ ظلم یک حکومت خودکامه و مستبد را در هم بکوبند و به ظلم نبگویند و ظلم را قبول نکنند و علیه ظلم استادگی کنند نمیان تسلیم شوند بلکه اینها میان به خاطری که این ظلم از جامعه انسانی برچیده شود و تاریخ انسانیت که به عنوان تاریخ عدالت اجتماعی هست در جامعه انسانی حاکم شود میان این انسان ها قیام میکنند علیه پادشاه مستبید علیه پادشاه مستکبیر و خودخوا و خودکامه و بعد اینها راه مهاجرت را میگیرند راه مهاجرت را انتخاب میکنند زیرا در مهاجرت دو تا چیز به دست انسان میاد یکی هدایت و رشد و طرف دیگر قدرت و معنویت به همین خاطر برادران گرامی ما نیاز داریم همانند اصحاب کف الگوهای خوبی در زندگی خود انتخاب کنیم و در مقابل ظلم و استبداد و خودکامگی و نه بگوییم نپذیریم آن را ببینید الله میگه انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدا اینها تیفی بودند جوانانی بودند که ایمان آوردن بر ربشان و ما در هدایتشان افزودیم یعنی يعني اینها به رشد و تکامل فکری رسیده بودند که توانستند در مقابل پادشاه مستبد استاد شوند بیرن یگانه راهی که میتواند در مقابل یک استبداد استادگی کند انسان انها با پذیرفتن الگو <سؤال> هست و آخرین نمونه زندگی انسان اسماعیل علیه اللاة <سؤال> والسلام <سؤال> هست که این اسماعیل الگوه تسلیم در مقابل فرمان خداست وقتی ابراهیم عله اللاه والسلام به عنوان پیانبر خدا به عنوان پدر می بر این فرزند پیشنهاد میکند که فرزندهم این قسم خواب دیدم میخواهم تورا با این دستور ذبح کنم ب اسماعیل علیه اللاة والسلام بسیار با متانت سنگینی این فرمان را میپذیرد بنا هر جوان مسلمان هم چی در مقابلی همه فرمان های خدا که برش آمده است و فرمان خدا برش تقدیم میشود شود با سری تسلیم فرود بیارد وقتی این جوان در مقابل فرمان خدا سری تسلیم فرود آورد و فرمان خدا را در زندگی خودش تطبیق کرد به عنوان جوان موفق و مبارز و جوانی که دارای تصوری کامل است در جامعه انسانی رشد میکند مشکل امروزی که در جامعه انسانی رخ میدهد و خصوصا در کشورهای اسلامی و کشور ما او است که ما نمونه های کامل نگرفتیم برای خودمان بینن ما از شما دعوت میکنم بین در زندگی عملی خود نمونه های قرآنی داشته باشیم نمونه های داشته باشیم که این نمونه ها را در زندگی خود تطبیق کنیم تا بتوانیم انسانی موفق و انسانی قدرتمند باشیم نیاز جامعه انسانی به یک تغییر هست این جامعه انسانی تغییر نمی کند مگر به اساسی الگوهایی که اون الگوها کامل باشند بناهن ما نیازمندی الگوهای کامل هستیم به همین خاطر نقش الگو در زندگی انسان نقش بسیار وافری دارد و این الگوها هست که انسانهای کامل می سازند و الله جل جلاله فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه در رسولتان برای شما بهترین الگوست بناهن الگو میتواند تواند انسانی کامل شامل در جامعه انسانی تقدیم کنند. شما را به الله می موفق و معید باشین و السلام علیکم و رحمت الله